خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه و سالم و سرحال باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه دور همی و از اینکه به ما خیلی انرژی میدین متشکرم. برنامه امشب راجع به کن فیکونه، یعنی زیر و رو کردن، تحول اساسی از این چیزا. میگیم کن فیکون. کن فیکون کردن یا زیر و رو کردن شرایط موجود گاهی از جرأت و اعتماد به نفس بالا ناشی میشه و گاهی از ترس و عدم اعتماد به نفس. یه عده با کوچکترین اتفاقی که برخلاف میلشون رخ میده یه لگد میزنن زیر همه چیز. خانم هفته پیش عروسیش بوده مثلا، بهش میگی چه خبر؟ زندگی مشترک خوبه؟ میگه نه بابا جدا شدم، مهریم هم بخشیدم. میپرسی چرا؟ میگه به درد هم نمیخوردیم، وقتی فیلم نگاه میکرد لای دهنش باز میموند. منم گفتم مهرم حلال جونم آزاد. بقیهشو بذارید بعد این پلاتوه، گوش نمیدن اصلا چی میگن. انرژی ندارین. بعضی هم هستن در طول زندگیشون مدام در حال کنفیکون کردن شغلشونن، یعنی هر بار که میبینیش زده توی کار جدید. تا دیروز لوله کشی داشته، کار و کاسبیش هم خوب بوده، امروز میبینی یه کپ گل گذاشته جلوش داره میچرخه، بعد زبونشو 30 سانت میاره بیرون، هی دستشو میزنه تو آب، قر و قنبیل میده به گله که کوزه درست کنه. میگه من از اولش هم به هنر علاقه داشتم، لوله کشی اصلا تو سرنوشت من نبود. هفته بعد تو صف گیت فرودگاه میبینیش داره میره چین. میگه مردم کوزه های منو درک نمیکردن، الان ماهی یه بار میرم چین، گوش پاک کن میارم با چراغ قوه. بد نیست، چینی ها خیلی دعا میکنن. یک ماه بعد میبینی تمام صورتش زخم و زیلیه، چشا کبود. میگه اگه چراغ قوه میخوای فعلا ندارم. تو چین تو کلاسای بدلکاری جکی چان ثبت نام کردم. زیاد سخت نیست، میخوری پرت میشی، میخوری پرت میشی، میخوری پرت میشی. درآمدش هم بد نیست، بستگی به فاصله ای داره که ازش میفتی پرت میشی. 4 ماه بعد میبینیش کیف سامسونت گرفته دستش، داره تون تون تو پیاده رو راه میره. میگه بدلکاری خیلی بیرحمه، یه بار بخوری زمین کمونه کنی عذرتو میخوان. الان ولی راضیم از شغلم، یه شرکت خصوصی زدم به نام فرازمندان ساز پرداز دانش مغز، سهامی خاص. صبح میرم تا ظهر تو نیازمندی های روزنامه دنبال کار میگردم، ظهر که میشه زنگ میزنم از بیرون برام نهار میارن. و این روند تقریبا تا اواخر عمر افراد ادامه پیدا میکنه. بعضی از این افراد اینا پیر که میشن چون دیگه خودشون جون کار کردن ندارن، آگهی میدن به روزنامه که به یک کنفیکون کار ساده نیازمندیم. شبهای قبل درباره اول مارکت که یک فروشگاه مجازی و حامی برنامه ماست براتون توضیح دادم و گفتم که تمام مشترکین همراه اول میتونن عدد 1 رو به 3080 بفرستن. اینو هم بدونید که این 10,000 تومان رو نمیخواد از کارت بانکیتون بدید،
اگر مشترک دائمی همراه اول باشین که بعداً میاد روی قبضتون، اگر مشترک اعتباری باشید که از شارژتون کم میشه. همون موقع بدون قرعه کشی 90,000 تومان شارژ خرید اپلیکیشن، بازی و کتاب صوتی میگیرین و در قرعه کشی بزرگ آخر هفته ما هم شرکت داده میشین. جوازش هم میدونید چیه؟ دو تا خودروی خاص چند صد میلیونی، 600 عدد تبلت و 200 تا گوشی هوشمند. پس عدد 1 رو به 3080 همین الان بفرستید. انرژیتون نیفته. خانم ببخشید، تو رو خدا ما گلموجه زدیم، منظره کریه و پیش روی شما گذاشتیم. نه بابا، خیلی فرقی نکردی. زنده باشی خانم. خانم همون جوری که میبینید ما برای شما طبقه پنت هاوس رو در نظر گرفتیم. خب 400 متر آخرین طبقه، دید شمال ارتفاعات پلنگچال، دید جنوب ارتفاعات قلعه مرغی. چند طبقه است کلا؟ خانم 49 طبقه است. پنت هاوسش قشنگ میشه دو طبقه بالای آلودگی هوا. خیلی عالی. واحد من و مهناز کدومه؟ آقا برای شما واحد همکف رو در نظر گرفتیم، قشنگ در دل آلودگی هوا. من نمیفهمم، خب چرا طبقات بالا رو برام نگرفتیم؟ گفتیم نزدیک محل کارت باشه. محل کار من که تو خونه است، یعنی ما نویسنده ها که اصلا احتیاج به چیزی نداریم، یه میز میخوایم و قلم و کاغذ و اینا. آره دیگه، اینجا هم یه میز داره، قلم و کاغذ و اینا، میتونی همونجوری بشینی اونجا مزخرف بنویسی، تازه آخر ما بهت حقوق هم میدن. حقوق میدن؟ آره دیگه، فقط وسط اون نوشتنات بعد یه خورده مردمم راهنمایی کنیم به طبقات. من متوجه نمیشم، ببخشید. خانم این با این سطح هوش و ذکاوت امکان نداره برای لابی منی قبول شه. لابی منی؟ لابی من قبلیشون کشته شده. نادر وساطت کرده تو رو بذارن جاش. برای همینم طبقه شما رو همکف گرفتیم که نزدیک محل کارت بشه، خیلی با آسانسور بالا پایین نری. اصلا چی داری میگی؟ من خودم کار دارم، نویسندگی خود شغله. شغل اونه که آخر هر برد یه پولی بذارن کف دستت، خرج زن و زندگیت کنی. خانم این حالیش نیستش که بگی یللی تللی مفقوری عادت کرده دیگه. خانم هم اینجوری دیگه، چه میدونم، خواست خواست، نخواست نخواست. از قدیم گفتن از ماست که برخواست. خود طبقه چندم؟ خانم ما زیر پای شما طبقه 48م رو در نظر گرفتیم. خب برای نادرم میخوان یه واحد جدا بگیریم. وا، تو این خونه درندشت رو با یه بچه پنت هاوس داری مقایسه میکنی؟ ما که دیگه نمیتونیم برای دل هم باشیم. خانم این اصلا به فلسفه وجودی فداکاری شما پی نبرده ها. خانم این لطفو دارن در حق ما میکنه که هممون مستقل باشیم. هممون روی پای خودمون باشیم. آخه نیست که شما یه هفته از سوگوش مادر نمیخونین که اینجا امن نیست و زلزله میخواد بیاد و اینا؟ امن هست. بعد من به فکر صحت و سلامت خانومم، بعد من به فکر ایمنی افراد این خانوادم، بعد من میخوام خانوم عزیز طبقه همکف ببرم به اوج طبقه 49. این چیزا حالیش نیست. این 100 دفعه مادر جان، ولی فکر میکنم برای شما خیلی سخت باشه از اینجا که توش به دنیا اومدیم برین آپارتمان نشینی. آپارتمان نشینی چیه؟ میگم پلنگچال این وره، قلعه مرغی اون وره. حالا هرچی، مادر از خشت خشت این خونه خاطره داره. خاطره؟ فکر کردی بر من سخته؟ نه اصلا هم سخت نیست، خیلی هم آسونه. فکر کردی من از اینایی هم که مثلا با ترک دیوار خاطره بازی میکنن؟ نه. خانم چشم به افقهای پیش رو دارن. برای خانم زندگی منشوری است در حرکت دوار که با رنگهای دلپذیر بدی و دلفریبش لحظات دوست داشتنی و ناب برای میآفرینن. آره همون همچین چیزایی. فقط دلم واسه یه چیز تنگ میشه. چی؟ لونه مورچه. وای خانم، فکر کنی من اینو یادم بره دادم تو همون پنت هاوس برای شما لونه مورچه در آوردن لاکچری. همون بغلش هم یه سوراخ درست کردن، هر کیو خواستین تا گردن بکنین توش. واقعا؟ بله خانم، سایزش هم برای آقا رو پیمان گرفتم که قشنگ بتونه قشنگ جا بشه اون دو. فوی، پس دیگه همه چی حله، بریم وسایلمون رو کارتون کنیم بریم. کارتون چیه؟ شما که هنوز اینجا نفروختین. من نمیدونم این چرا تو کار ماهی نمیاره. خانم اصلا این قبل از مامان بابا نه یادش دادن اصلا. یللی تللی آویزونی فقط یاد گرفته اصلا. بابا من فکر کنم ناراحته، چرا سویچل بتریه رو گذاشتی برات. آره خانم اصلا.
واقعا دارین میرین؟ نه به این راحتی هم نیست. پیمان دهکدم رو دیدی؟ دهکده؟ آره دیگه، از فضای مجازی خسته شدم زدم تو کار واقعیت. چی داری میگی اصلا سفه؟ همه چی رو باید واسه تو توضیح داد؟ همه چی رو باید واسه تو توضیح داد؟ ببین تو کلش آف گلنس هر کسی دهکده خودشو داره و باید مواظب باشه که از دهکده دیگه ای بهش اتک نشه. خب نداره دیگه، کلش آف گلنس فضای مجازیه، من میخوام به واقعیت تبدیلش کنم. ببین مامی یه واحدی واسه من در نظر گرفته که من میخوام یه دهکده شخصی درست کنم، کلش آف گلنس واقعی را بندازم، بعد دیگه به دهکده های اینور اونورم هی اتک کنم. فهمیدم، منظور از دهکده همین واحد های دیگه است دیگه. آفرین، داری یواش یواش میای تو باغ. اون وقت این مرغم گرفتی برای دهکدت؟ آره دیگه، دهکده واقعی که بدون مرغ نمیشه. یه چند تا خر و الاغ و گاو و گوسفند و قاز و اردک هم سفارش دادن. میخوای برات سفارش بدم؟ نه دست درد نکنه، خیلی ممنون. یه سوال مهم دارم پیمان. تو زبون مرغا رو بلدی؟ بله بلدی؟ عالیه عالیه، میشه از مرغ من بپرسی که تو اول اومدی به دنیا یا تخم مرغت؟ این الان سوال خیلی مهمیه، بشریت اصلا الان قرنهاست درگیر این سوال هستش. آره دیگه، سوالای مهم بشریت سوالای مهم منم بوده دیگه، بپرس ازش. آره فقط نمیدونم چرا تا حالا به فکر بشریت نرسید از خود مرغ بپرسه. خب واسه همینه که بشریت مونده، من سپر شدم، بپرس ازش. گوش کن به عمو. خانم ببخشید، من میخواستم بدونم که اول شما به وجود اومدین یا تخم مرغتون. یه لحظه، چی گفت؟ سلام رسوند. یه لحظه بوسه من تو کن. سلام علیکم. این فقط سلام میکنه؟ چه ناراحت شد. حالا باز اگه آدم خودش زندگیشو کن فیکون کنه خوبه. خیلی وقتا زندگیت کن فیکون میشه بدون اینکه خودت هیچ نقشی توش داشته باشی. شب خسته و کوفته از سر کار برمیگردی خونه، میبینی خانومت داره با لبخند نگات میکنه، از اون لبخندا که یه خبر هولناک پشتش هست. میگه خوبی عزیزم؟ میگه خوبم. میگه با جناقت کلاس زبان فرانسه ثبت نام کرده. میگه ببین من تازه تو این کارخونه استخدام شدم. میگه میدونم، ولی با جناقت کلاس زبان فرانسه ثبت نام کرده. خلاصه ساعت 8 صبح فردا به جای نوشتن بارنامه راننده های تریلی نشستی سر کلاس داری با بقیه تکرار میکنی اقجوا مقاقجه ایجوب. یه مدل کنفیکون پنهان هم داریم که در مامانها مستتره، یعنی وقتی با اون لحن باهات حرف میزنن خودت میفهمی باید یه کاری بکنی، وگرنه به زودی زندگی دستخوش تغییرات اساسی میشه. پشت تلفن میگه باشه مادر جون، خوش باش هر جا هستی، نگران منم نباش. بعد تو هی پرپر میزنی مامان چیزی شده الان بیام پیشتون؟ میگه نه مادر، تو کلی کار مهم داری، بیکار که نیستی که به من سر بزنی، کاری نداری قربونت برم. اینو که میگه گوشی رو پرت میکنی تو دیوار، با سرعت 220 خودتو میرسونی خونه. یه مدل کنفیکون قدم به قدم و نامحسوس هم داریم. مثلا استای برنامه میگه که این دیوار نیم ساعت بیشتر کار نداره عزیز، دو تا با پشت بیل میزنم به این کنج، یه کف دست گچ میگیرم روشو، تمام. دو تا با پشت بیل میزنه، بعد میگه این ولی این دیوار نم داره ها،
من جای شما باشم یه تیغ سیمانی هم میکشم روش. نکشیدی هم نکشیدی، فوقش اینه که شب که خوابیدی حالا آوار میشه رو سرت. من گفتم خودت میدونی. تیغه رو که میکشه میگه خب الان میدونی چی شد؟ این تیغه دریچه چاه فاضلابتون رو مسدود کرده، به جاش یه چاه جدید میکنیم تو حیات. اصلا آقا یه چیزی، شما که دارین چاهو میکنی چرا یه طبقه رو خونه نمیسازی؟ بعد یه دفعه چشم باز میکنی میبینی که پاچه ها رو تا بالای زانو زدی بالا، همزمان با اینکه گل لگت میکنی آجر میندازی تو که دار بست. چهار تا جوون اینجوری کردی آوردی پایین؟ شما بیاین. قربانت. شما بیاین. دیگه آخه باید یک مشخصاتی ده. شما هم بیاین. یکی دیگه هم میخوایم که جوون عرض کردم. شما هم بیاین. نمیدونم چرا امروز کلن انرژی نداریم. اینو هر کدوم دوتایی استفاده میکنید. این هم مال شما دوتا. آره. خب بدی. موضوعمون کن فیکونه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه کارایی که تا حالا نکردین رو بکنین. وای 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 همجوری میگم کی میگین حالا الان ببین چی میشه اینجا. تا حالا این کارا رو نکردین فکر کنم، هر چی که هست و الان انجامش میدین، تجربه ایست دیگه. بله بله. تا هر موقعی که من عرض کردم زل بزنید به روبرو و تا 20 میشمارم و نباید بخندی، لبخندم نباید بزنی. شروع کنم؟ حاضری؟ چشمارو میشه بست؟ خیلی از آمادگی کامل برخورداری. چشمارو میشه بست؟ نه. شروع کنم؟ یک دو. کسی که برنده بشه تبلت میبره ها، الان دیگه اگه خندید. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چارده پونزه شونزه هیفده هیجده نوزده بیست. برای این کار میکروفون میخوایی؟ بفرم. شروع کنم؟ یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده پره دماغش اینجور یازده دوازده سیزده چارده پونزه شد. کلن داری در خنده دارت مستطره، نباید لبخند بزن. حاضرین؟ بله. اینه جان وین گفت بله. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت یه تبلت بعد بدیم نه ده یازده دوازده سیزده چارده پونزه نمیخند شونزه هیفده هیجده نوزده بیست. من دیگه نم...
این چی بود؟ عصبانی شدی؟ برای اینکه نخنده عصبانی شد. نه عادی باش، آره راحت باش، آره. من دیگه نمیشمرم. شروع کنیم، 3 2 1. عصبانی شد، کم کم داره خمار میشه. خب با حسایی که من میگم هاشمو صدا بزن. عصبانی هاشم. خب بذارین همه رو بگم. مهربون هاشم. امری هاشم. غمگین هاشم. خوشحال هاشم. دلخور دلخور هاشم. این الان چی بود؟ یکم دلخور بود. یکم دل خیلی دلخور باشی چی؟ هاشم. بیشتر اگه دلخور بود؟ هاشم. این عصبانیه. تقریبا نزدیکن ما. شما بگی. عصبانی هاشم. مهربون هاشم. خب بگذر از مهربونی بگذریم. متعجب هاشم. منو نگاه نکن، رو به رو. هاشم هاشم. بعد ترسیده هاشم. هاشم ترسیدی الان؟ آره از هاشم ترسیده. هاشم هاشم الان ترسیده بودی. لوس هاشم. خب میخوای میکروفونو بدی بغلی؟ آره. را رنها لوس هاشم. وا ویلا. عصبانی هاشم. ترسیده هاشم. چی؟ هاشم. چیز دیگه ای بود، ترسیده نبود. دستوری هاشم. سوالی هاشم. سوالی هاشم. سوالی هاشم. فقط میگه هاشم، اصلا حالتش حالتش مهم نیست. بغلی خب همون عصبانی خودت هاشم. ترسیده هاشم. سوالی هاشم. لوس هاشم. خب الان قضاوت بد میکنید که کدوم بهتر بودن ها؟ چهارتایی همزمان روبرو رو نگاه کنین، بدون صدا گریه کنین و بعد اشک بریزین. نه مراسم، این مال مراسم ختمه. نه نه گریه. نه نگاه به روبرو، اشک بریزی. الان خوشحالین مرده یارو؟ خب اش نیمد کسی؟ هی فشار میدی که نمیاد که. قدرت اشکی یه جور دیگه کار میکن. به طور کلی کدوم بهتر بودن؟ از ایشون شروع میکنی؟ دستا بالا، دستا رو بگیریم بالا ببینیم که ایشون کی چقدر. خب دوم، نفر دوم، یه نفر رای داد. آها رفیقاش هلاکن. آره آره. نفر سوم، چهارم، ایشون برنده شد.
این هدیه از طرف اول مارکت هست که به برنده داده میشه که همون چیه؟ تبلت. بفرمین. متشکرم. آها یه سوالی، اجازه میدین همه این کاری که کردین پخشه؟ هیچ کس مشکلی نداره؟ میخوای مشکل داشته باش؟ بفرمین. خیلی ممنون. به 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 به، خیلی خوب. الان معرفی میکنم. مرسی، قربونت برم. این دوستانی که الان، این آقایی که همین الان اینجا رفتن و دوستاشون، پنج نفر، آره، تیم ملی چوگانن. تشویقشون کنید. خوش آمدین، خوش آمدین، خوش آمدین. انرژی تو نیفته. سپر، سپر مادر کجایی؟ مامی، کجا مامی بودی؟ هیچی، رفته بودم چهار گوشه خونه رو ببوسم بذارم کنار. برای چی؟ واسه اینکه دیگه داریم از این خونه میریم و خداحافظی میکنیم با هم. انقدر بعدم میاد از این احساسی بازی ها. هما ددی هما. چیه؟ شما خونه رو فروختین دارین از اینجا میریم بدون اینکه به من بگین؟ خیلی خوب، ما داریم میریم، تو که قرار نیست بری. تو نمیای ددی؟ نه دیگه، من روحم تو این خونه گیر کرده، اسیر این چهار دیواری هم پسرم. مامی من دلم واسه ددی خیلی تنگ میشه. و ما که نمیخوایم کلا ترکش کنیم، هفته یه بار میایم اینجا به سر میزنیم. یعنی میخوای منو بذارین خونه یه سالمندان؟ خونه یه سالمندان برای افراد سالمنده؟ تو که سنی نداری کفته. راست میگی، سنی نداره. میخوای منو بذاری خانه ی اروا؟ خیلی خوب، وایسا، مشتریه، برو در بکن ببینم. مشتری؟ نه، نه، من اجازه نمیدم که تو این خونه رو بفروشی. من اجازه نمیدم که بچه هامو ازم بگیری، بیاتفه. من دارم این کارو برای بچه هامون میکنم، چرا متوجه نیستی؟ برای رسیدن به قله باید از دامنه عبور کرد، نلسون ماندلا. ماندلا؟ داستان درکی نداری هما. تو میخوای این آشیونه رو از ما بگیری و خرابش بکنی؟ در خانه‌ای که روح وجود دارد، آن خانه به فروش نمی‌رسد. استیون هاوکینز. حتما همینطوره. اتفاقا تو جدیداً قابلیت دیده شدن تو از دست دادی. هیچکی تو رو نمی‌بینه، هیچ کاری نمی‌تونی بکنی. این من بمیرم دیگه از اون من بمیریا نیست. هما قوام. اوه، هما قوام. حالا می‌بینی چی کار می‌کنم. بفهم. مامی، مامی مشتری، مشتری مامی. بفهم. آقا بفرمایید. بفرمایید آقای مشتری. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. مشتری ببخشید. بله، این خونه ظاهرش عین باطنشه. بفرمایید تماشا. بله. متشکرم. منو می‌بینی؟ آخ، منو می‌بینی؟ بی خود تلاش نکن. من روحم. این خونه روح داره. نمی‌بینه. آقا. دیدی؟ دیدم، ولی شما ظاهرا حالتون خوبه نه؟ بله بله بله، تماشا کنین خونه رو. بفرمایید. آقا دارم میگم این خونه روح داره. هما بی خود تماشا کن، جنگو شروع کردی، حالا ببین چی کار میکنه. بله آقا، نکن نکن آقا. دیدی نمیبینی دیدی؟ باده. بله بله بله، اینجا باده. اینجا قابلیت باد داره، خیلی باد زیاده همین. باد؟ بله بله، باد تازه این خونه روح داره، باد داره. بس کن. بله نکو. بله نکو، نکو، پتو از رو مردو، پتو از رو مردو. چیزه؟ خونه عجیبیه نه؟ بله، چیزه، این چیزه. شما نگه ببینید دوست عزیز، یه لحظه به تشریف بیارید خواهش بکنم. بگم فشار بده، فشار بده. چیزی نیست. عجیبه. نه، این خونه یه قابلیتی داره که یه سری از جاهای خونه جاذبه زمین نداره. میگم و شما هر وقت خواستین برین کره ماه برای اینکه تمرین بی وزنی بکنید، بتونید بیاید این قسمت وایسید. تمرین بی وزنی نگاه کن آقا، نیافتاده زمین. ببین الان کوسن رو هواس.
هستین؟ ببین باده اینجا رو باده بنداز زمین این چرا نمیافته؟ به خاطر همین قابلیت اینه که گفتم خونم اون جازه بده به من بدش به من آقا اینجا روح داره ببین بدش به من بدش به من دیوونم کندی من بخوام این خونه رو ببینم من رفتم بچه هم بودش آقا 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 یه لحظه بایستا هما هما یه نکته ای رو عرض کنم برای عضویت در کانون هواداران دور همی مشترکین همراه اول میتونن عدد 5 رو به 3080 ارسال کنن این پیامک رایگانه از این به بعد حضور در این برنامه هم از طریق عضویت در کانون هواداریه یه بار دیگه میگم ارسال عدد 5 به 3080 که رایگان هم هست در گذشته نه چندان دور پدیده کننده‌ای وجود داشت به نام کنکور مثل الان نبود که کنکورم نمیدادین یه چیزی بالاخره قبول میشدین موقع اینجوری نبود قبلنا زندگی جوونا قبل از کنکور کلن زیر رو میشد با یه مش کتاب میرفتن تو اتاق یه سال بعد با ریش و سیبیل و موهای بلند می اومدن بیرون که کنکور بدن دختر و پسرم نداشتا همه با همین قیافه از اتاق می اومدن بعد خانواده ها سر این قضیه به هم پوز می دادن می گفتن والا ما خودمونم اصلا مهسا رو نمی بینیم روزی دو بار غذاشو از زیر در اتاق میدیم تو نیم ساعت بعد ظرف خالیشو از زیر در سر میده بیرون اونا میگن شاهرخ ما که اصلا غذا هم نمیخوره هر وقت میبینه داره بیهوش میشه سه تا میزنه به در میریم چهار تا قطره آب میوه میریزیم تو حلقش اینا میگن مهسا که مراسم ختم باباش هم نیومد بین تست زنی شیمی و فیزیکش یه فاتحه فرستاد گفت اگه قبول نشم تقصیر شماست اونا میگفتن که شاهرخ جان هر یه تست اشتباهی که میزنه یه چنگ میکشه به صورتش بعد ما رو صدا میکنه جاشو نشون میده بعد از یکی دو سال زندگی این شکلی کنکوری ها اونا رو تبدیل به موجوداتی میکنه که وقتی وسط جلسه امتحان بهشون تیتاپ میدن با مداد نرم مشکی کنار تاریخ انقضاش تیک میزنن تحویل میدن معمولا بعد از کنکور یه مدتی طول میکشید تا این عزیزان به زندگی طبیعی برگردن تا مدتها زیر نکات مهم شناسنامه اعضای خانواده خط میکشیدن قضاشون که تموم میشد بشقابا رو میگرفتن بالا جواب خواستگارا رو نمیدادن که یه وقت اشتباه جواب ندن نمره منفی بگیرن ازشون که میپرسیدی عید کجا میخوای بری میگفتن بابل مهندسی کشاورزی اگه نشد انتخاب دومم یزد باستانشناسیه داداششون هم که بیرون دعواش میشد ازش میپرسیدن چند درصد زدی خوشبختانه مسئولین با آسیب شناسی به موقع این مسئله رو ترتیبی دادن که همه بتونن با پرداخت یک خروار پول وارد دانشگاه بشن در حال حاضر جوونا دیگه مشکلی از این بابت ندارن و به جاش باباها وقتی میفهمن بچه‌شون دانشگاه قبول شده اونا میرن تو اتاق در رو خودشون میبندن نمایش داریم انرژی تو
خانم من شرمندم ولی واقعا با این وضعیتی که پیش اومده دیگه باید رویای زندگی مدرن تو پنت هاوس به فراموشی بسپاریم. تمام بنگاه‌ها چو افتاده، این خونه روح داره. الان دیگه مشتری‌ها تا کوچه هم نمیان، چه برسه تو خونه. اینه، یا هممون با هم دیگه میریم یا هیچ کس نمیره. یعنی بگم چی بشی؟ مردشم دست از سر ما بر نمیداره، به زمین گرم بخوری. خوردم. بمیری. مردم. گور به گورشی. شدم. خب نه، یه لحظه اجازه بدین، اینجوری ما به جایی نمیرسیم. الان یک بحرانی به وجود اومده، ما باید مدیریت بحران کنیم. خب ببینید، مادر و همه ما دوست داریم از اینجا بریم. بله. فقط میمونه که مرحوم پدر. شما هم دوست دارید از اینجا بریم با هم یا نه؟ بله من خیلی دوست دارم، اون تا امکانات و قابلیتاشو ندارم، نمیتونم. میفهمی؟ من متوجه هستم. الان ببینیم، پس مسئله ما ترسوندن مشتری ها و اینا نیست، باید یک راهی پیدا کنیم که پدر از خونه خارج بشه. متوجه شدی؟ نه. نه نه خانم، به نظر من یه راهی پیدا کنیم پدر از این خونه خارج شه. آفرین نادر، آفرین، چقدر خوب گفت. خب چقدر خوب گفت. بله ایشون خوب گفتن، ولی چجوری؟ 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 ببینید، مرحوم پدر باید سعی کنن مثل باقی ارباح سرگردان بشن، یعنی یک روح نرمال قابلیت اینو داره که از دیوار رد بشه. پدر هم باید بتونن همین کار رو بکنن. من خیلی سعی کردم اما نشده. آقا نشد نداره که، برای حفظ کیان خانواده هر کی باشه از هر دیواری با هر زخامت و سفتی رد میشه. ببین ببین، از این بچه یاد بگیر، بدو از دیوار رد شو. به خاطر کیان خانواده. این ستونه خوبه؟ درد داره. میشه از یه چیز نرمتری برم در بدو امر؟ مثلا چی؟ مثلا نه نه، شوخی میکنی؟ به خاطر کیان خانواده. کیان خانواده تو بخور تو سرتون. خب رسما یکی دیگه از خانواده کم میشه. به من چرا اشکالی نداره؟ اشکالی نداره، فقط به خاطر اینه که ما بتونیم اینجا مدیریت بحران بکنیم. به من چه ربطی داره؟ بگیرش همونجا نگه دار. اجازه بدین همونجا نگرش دار. برم؟ آماده ای؟ بایستو بیرم. میخوام از توش رد شم سپه. از تو بیرم؟ آره ایوان، فقط یه لحظه صبر کنید، اینجوری از تو منم رد میشین. بایستو بایستو. آها الان شد، اینه یه ماتادور گاواز. الان رد بشم آماده. یک دو سه. صبر کن، صبر کن. اجازه بدین کوشی داره زنگ میخوره دیگه. اجازه رد شم بعد. صبر کن جانم. دوستمه، این اسمشون سخته نوشتم. آلخاندرو اینارتو گونزالو زنگ زده الان. این قرار بود از دوست سالوادور با ایندیا دی مارکو الکسیس بپرسه که چه جوری میشه روح سرگردان آزاد کرد. خب چی شد حالا نتیجه؟ جوابشو بده. باید جوابشو بدم. خب الان جواب بده تا مثل بولدوزر تو من رد نشدن. الو آلخاندرو اینارتو گونزالو، حالت چطوره؟ سالوادور با ایندیا مارکو الکسیس خوبه؟ نه؟ جدی پدرو آلمادوار دی سانتوس گوهرو همونجا؟ خب این که اسمشون یه شب تا سال طول میکشه. بپرد. آها باشه باشه، قربون شما، خدا. خب سفتی ها خانم آلخاندرو ایرانیتو گونزالو سلام رسون. خب گفتش که یک چیزی روی سینه این روح سنگینی میکنه، این وزنه رو که بردارین روح آزاد میشه. چیزی رو سینم نیست، تو چیزی میبینی؟ من نه. آقا سالوادور بوئندیا دی مارکو الکسیس معتقده که این وزنه حتما نباید جسمی باشه، ممکنه یک راز سر به مهری باشه. این گور نداره راز سر به مهر داشته باشه. باشه باشه باشه، راز سر به دادی نکنه من فرزند شما نیستم. دیگه چرت و پرت نگو دیگه، تو فرزند منی مون تا به خوشتیپی و خوش استایلی من نیستی. با خیالم راحت شد، فکر سر راهیم. یعنی شما هیچ رازی نداری؟ من هیچ رازی ندارم. آه اینم متوجهم، حتی رازی درباره سقوطتون؟ آها این خوبه، این خوبه، این همیشه در حاله ای از ابهام بوده. سپه برو جعب سیاهشو بیار. نه بابا با فیشتیله من چی کار داری؟ من اصلا رازی ندارم. حالا مگه کسی بلد اون جعب سیاه را بندازه؟ آقا شما بعد این همه مدت به قابلیت های من پی نبردی؟ من متخصص بازگردن جعب سیاه هستم. من میگه نادر جعب سیاه باز کن. آفرین آفرین سپه بیا. نه یا آوردم. نه یا چه راز سنگینی هم داره.
من اصلا پشیمون شدم. من میگم که چیزه، من میمونم تو این خونه، کسی رو نمیترسونم. فقط شما اینو بازش نکنین. نه ما دیگه اصلا طاقت دوری تو رو نداریم. بازش کن. نکن بازش کن. نه کپتین، این قرصایی که دادی یه جوریم کرده. نترس، برای ترس از ارتفاع عالیه. من همیشه قبل از پرواز یه چند تایشون رو میندازم بالا. شما ترس از ارتفاع داشتین؟ ولی اونی که شما خوردین چند تا نبودا، یه مش قرص بود. نه میدونم، آخه ترس از ارتفاع هر روز داره بیشتر میشه. کپتین الان آسمون چه رنگیه؟ سبز آبی. ولی من که دارم صورتی میبینم. کپتن بغلت نگاه کن، چند تا قاز وحشی دارن کنارمون پرواز میکنن. سلام قاز. میگم اینا چقدر اوج گرفتن، نمیدونستم که قازا میتونن تا ارتفاع 10,000 پایی پرواز بکنن. اما من فکر میکنم ما خیلی اومدیم پایینا. بابا ما که الان تو اوجیم. میخوای همینجا وسط آسمون یه دور درجا بزنم شوشه مسافر حال بیاد؟ بزن کپتن بزن. وای کپتن اون برا نگاه کن، یه دسته پرنده مهاجر. بیا بزنیم توشون یکم بترسونیمشون. بریم. کپتن به نظرت خیلی پایین نیمدیم؟ بابا من که تالا اینقدر اوج نگرفته بودم. کپتن جلو تا نگاه کن کپتن. ای کو. من همیشه دوست داشتم آخرین جمله پدرمو بفهمم چی بود. خیلی هم جمله تاثیرگذاری بود. ای کو. بله میبینی چجوری خودشو 200 نفر دیگر رو فرستاد اون دنیا. اصلا توی کوه دیگه یه البته یه پاشون هنوز این دنیاست. خب ببینم کاپیتان، تغییری تو خودتون احساس نکردین؟ احساس سبوکی دارم، احساس میکنم دارم بال در میارم، میخوام پرواز کنم. او تو رو خدا دیگه بس پرواز حرف نزن، یارو ترس از ارتفاع داشته رفته خلبان شده. پاشین بریم وسایلمون رو بسته‌بندی کنیم. تو هم زنگ بزن به اون بنگاهیه بگو این خونه دیگه روح نداره. بودو پاشین. حس خوبیه. چرا خوبیه؟ عالیه عالیه، بالاخره داریم از این خونه میریم. وای یه چیزی اینجا هم بود. پیمان تو مرغ منو ندیدی؟ چرا؟ کجا؟ گوشه حیات نشسته بود، داشت به سوالی که ازش پرسیده بودی فکر میکرد. میبینی چه فیلسوفیه؟ الان به جواب رسیده. وای مرغک کوچولو. الو مهناز، مهناز کجایی؟ اومدم. شما نمیری بیرون؟ نه به شما از این قرصا داره، این قرص ترس از برخورد با محیط بیرون. میرم بیرون. اول سخته عادت میکنی. میرم بیرون. خب یه دم هستن که از راه کنفیکون کردن فرمول‌های قدیمی کسب درآمد میکنن. مثلا بعضی از آشپزها هر کاری دلشون بخواد میکنن، بعد یه لایه پنیر پیتزا میکشن روش که اصلا کسی نفهمه اون زیر چه خبره. در حال حاضر بسیاری از رستوران‌های ما ابداع کننده قیمه بدون گوشتن، به جاش یه مش چیپس خلالی بیشتر می‌ریزن. یه موردم اتفاق افتاده که به جای گوشت تونه ماهی ریختن توی قرمه سبزی که آشپزش به دنبال تجمع مردم خشمگین مقابل رستوران شبانه از مرز قصر شیرین فرار کرد. خدا نکنه که یک محصولی در برنامه آموزش آشپزی اسپانسر باشه. در این صورت ناگهان متوجه میشین درستش اینه که قبل از کوبیدن گوشت آبگوشت 4 تا قاشق خامه بهش اضافه کنید. میرزا قاسمی رو حتما باید با خامه تزیین کنید.
موقع کشیدن خورشت کرفس هم نوک هر کرفسی رو میزنید تو خامه، بعد آروم میذارید توی خورش خوری. در زمینه پوشاک هم اخیراً یه عده فهمیدن که حتما لازم نیست شلوار روی چیزای دیگه پوشیده بشه. میشه اول شلوار رو پوشید، بعد چیزای دیگه رو آورد روش. قشنگ اینه که یه وره پیرنمون رو بکنیم تو شلوار، اون یکی طرفش رو میذاریم بیرون باشه. اخیراً هم توی جشنواره فجر دیدیم که طراحان لباس چه واقعاً سرهمی‌های قشنگی رو برای آقایون طراحی کردن. کتونی هلیکوپتری، جوراب ساق بلند با یه روتختی که 25 دور پیچیده بودن دورشون، بعد توکشو کرده بودن تو جوراب. اون وقت ما یه عمر بی خود و بی جهت فکر میکردیم اینجور مراسمو باید با کچلوار رفت. خونه دیزاین میکنن براتون باقلوا. دیدی؟ به هر کی میگه من دیزاینرم. یکم گرون در میاد، اما عوضش روحتون تازه میشه. میز ناهارخوری رو گذاشته رو بوفه. اول قلاب میگیرن، اول پدرجان میره بالا، بعد ایشون دونه دونه دست بقیه رو میگیره، دونه دونه دست بقیه رو میگیره میکشه بالا. تلویزیون روی میز اتوه، نوک شلنگ رو پشت بومم از تو دودکش اومده داخل پذیرایی. خوبیش اینه که یه عده که خیلی دوست دارن خاص باشن، در مواجهه با این نوآوری ها به سرعت رمز کارت بانکیشون رو به زبون میارن. مهمان داریم، چه مهمانی. چه صدایی برای همه آشنا، سرکار خانم زهره شکوفنده. خیلی خوشم ممنون. سلام. گفتین؟ چی؟ اسم منو گفتین؟ بله. میدونم. بله. من جودی عبوتم. جودی عبوتم. مرسی. من دیگه خودم نیستم، فقط جودی عبوتم. من اونجوری میشناسم. خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی خوش آمدین و صداهای ماندگار و بسیار فعال عرصه دوبله خانم شکوفنده هستن. چون موضوع برنامه‌مون تحول و زیر و رو کردن و کن فیکونه، سوال اول اینجوری میپرسم: در کدومی که از کاراتون خیلی سر و کله زدین یا صداتون رو عوض کردین یا تبدیل به یک چیز دیگه شد؟ من معمولا سعی کردم جای هر کس صحبت میکنم با اون نقش هماهنگ بشم، ولی یکی از رولای یا نقشای خیلی سختی که گفتم به جای کتی بیتس تو میزری بود. بله. یعنی صداتون عوض کردی؟ یکم باید پرتر میکردم صدامو، چون یه زن چاق بود که البته تو این فیلم اسکار برده بود و منم جایزه ارشادو بردم. بله. بنابراین باید یکم صدامو پخته تر میکردم به جای اون. همونطور بله. که مثلا حالا شویجی که مال خیلی سال پیشه، باید صدامو خیلی کوچولو میکردم. مهمترین تحول زندگیتون چی بوده؟ اول میتونم بگم دخترام، بعد نوه گلم. ای جانا. که واقعا همه زندگیم، فکر میکنم 3.5 سال فکر میکنم از زمانی که این دنیا آمده منم دوباره متولد شدم. هنوز به سنی رسیده که کارتون ببینه؟ بله. بله زیاد نه، ولی نه کارتون، چون من الان خب خیلی کم دیگه انیمیشن حرف میزنم، ولی اون خوب میبینه. اصلا عاشق کارتون دیدنه. بله. من شنیدم که یک
مشکلی، یک بیماری براتون پیش اومده بود. کی بوده و چی بوده؟ حدود فکر میکنم 12 سال پیش بود. 10 سال تا 12 سال پیش بود که من نصف صورتم فلج شد. و این به این صورت بود که من 2 روز قبلش یه فیلمی رو به اسم مونالیزا به جای جولیا رابرتس صحبت میکردم، کار میکردیم که نصفه مونده بود. و از روز قبل و اون روز، یعنی همون روزی که بلند شدم و صورتم دیدم غیر عادی شده، جنیفر لوپز رو حرف زده بودم، ادامه اونو قرار بود حرف بزنیم که بعد از اونم بریم ادامه جولیا رابرتس که موند. من صبح بلند شدم دیدم یه ور صورتم پایین تره. فکر کردم دستم اینجوری زیاد بالا گذاشتم، این اومده پایین. هرچی اینجوری کشیدم بالا دیدم نمیشه. گفتم حالا درست میشه دیگه، حتما مال خوابیدنه. رفتم سر کار، هی همکارا گفتم نه چیزی نیست، نه چیزی نیست. که بعد رفتیم دیگه، از ظهر به بعد دیگه تقریبا کج شده بود. رفتیم بیمارستان و اونجا همه اسکن کردن، نوار گرفتن، یه 24 ساعت منو نگه داشتن، گفتن هیچی نیست. و بعد من اومدم رفتم پیش، یعنی همون شنبه این اتفاق افتاد، یک شنبه بعد از اون رفتم پیش، یعنی به پیشنهاد یکی از همکارا طب سوزنی. ایشون به من گفتن که اگر از امشب شروع کنی 15 روز بعد، اگر از فردا شروع کنی 2 ماه بعد صورتت به حالت قبلش برمیگرده. که من از همون شب این کارو شروع کردم و در این 15 روز جواب هیچ تلفن احوال پرسی رو نمیدادم و مرتب گریه میکردم، صدامو میشنیدم از تلویزیون گریه میکردم. یعنی خیلی دردناکه، فکر میکنم برای یه دوبلور، یه کسی که با صداش کلن سر و کار داره، ببینه که کج شده. من حتی غذا نمیتونستم بخورم، میریخت از دهنم بیرون. تا همون 15 روز، حد اکثر 20 روز من برگشتم به وضع سابق. اتفاقا سیامک انصاری هم به همین مشکل دچار شد و او هم با طب سوزنی معالجه کرد، یه 1 ماهی درگیر بود. تا حالا تصمیم گرفتین توی شغلتون تحول ایجاد کنین؟ نمیدونم، خود کار به نظرم کار دیگه ای رو تجربه کنین. من یه دونه تئاتر بازی کردم، ولپن رو بازی کردم خیلی سال قبل، تالار فردوسی دانشگاه. سریال تلویزیونی هم یه 3 قسمتی باز قبل از انقلاب بازی کردم، یه قسمت هم یه کار تاریخی به اصطلاح، یعنی این تاریخ چهارشنبه سوری و یه همچین چیزی بود بازی کردم. هیچ کدوم از این کارا به اندازه دوبله برای من جالب نیست. و جالب این که غیر از این کار، اگه قرار باشه کاری بکنم، تئاتر رو ترجیح میدم، چون با مردم در تماس آمدم. چند ساله که کار دوبله میکنین؟ من متولد 29 هستم، از سال 35 اومدم تو کار دوبله که 6 سالم بوده. دختر عمه من که یه خانومی بود که به جای بچه مجبور بود حرف بزنه، خانم نوراللهی که در فیلم مادر به جای خانم چهره آزاد صحبت کردن، ایشون من آوردن تو این کار. و طبیعتاً اول چون تازه اومده بودم و تازه هم مدرسه رفته بودم، نمیتونستم بخونم و بنویسم، یعنی ترجمه فیلم رو بنویسم و بخونم که بتونم جای نقشی که میگم حرف بزنم. در گوشم میگفتن، بعد من سر ضبط میگفتم که ضبط میشد. به خاطر اینکه بتونم زودتر خوندن نوشتن یاد بگیرم، کلاس اولم که تموم شد کتاب میشل استروگوف و بینوایان رو خوندم که بتونم سری، کتابای سختی هم هست برای یه بچه 6-7 ساله، ولی خوندم که بتونم کارم رو بهتر انجام بدم. بهترین نقشی که تا الان گفتین چی بوده به نظر؟ من خیلی از نقشایی رو که گفتم دوست داشتم، واقعا با جون و دل گفتم. به خیر از جودی آبوت که مردم جودی آبوت رو دوست دارن، من آخرین کاری که به جای جولیا مور من آلیس هستم و حرف زدم، کار هم خیلی سختی بود چون یه استاد دانشگاه بود که آلزایمر میگرفت و فکر میکنم از پارسال چند بار تلویزیون پخش کرده، اونو خیلی دوست داشتم. میتونم چون نزدیکه یادم هست بگم که، یعنی خیلی نقشامو دوست داشتم خیلی. شما تو زندگی خودتون بابا لنگ دراز داشتین؟ فکر میکنم همه یه بابا لنگ دراز دارن. بدون اون که اصلا آدم نمیتونه زنده باشه، زندگی کنه. درسته. حتما شاگردان زیادی رو تربیت کردین در این حرفه. آقای مدیر، من اول یه چیزی بگم. من از اینکه جدیداً استاد به همه میگن زیاد راضی نیستم و خودم هم استاد نمیدونم. ولی کارآموزایی داشتم که خوشبختانه همشون موفق بودن، از جمله آقای شفیعی که میدونین، آقای نورعلی که نقش
شاه رو داره بازی میکنه، معمای شاه و آقای شامبیات، خیلی یاره داشتم به این صورت که تونستم یه خدمتی بهشون بکنم. بسیار عالی. بامزه ترین واکنشی که تا حالا در مقابل صداتون گرفتین از مردم چی بوده؟ اتفاق خاصی یا مثل همین الان که وقتی میفهمن جودی عبوت من هستم، عکس العملی که مردم دارن برای من خیلی جالبه. در صورت که جودی عبوت من اتفاقی حرف زدم، یعنی این سریال رو نزدیک عید به من دادن، گفتن پخش هر روز داره، بعدن میشه هفته یه روز، مثل حالا نبود که بله. سریال ها هر شب پخش بشه. من این کتابش رو در زمان دبیرستانم سر کلاس خونده بودم، به همین دلیلم قبولش کردم. بعد از خانم مینو غزنوی خواهش کردم بیاد بگه، گفتش که من دوست ندارم انیمیشن حرف بزنم. به ناچار چون کار عجله بود خودم گفتم، یعنی واقعا اصلا فکر نمی کردم یه روزی من بشم جودی عبوت و فقط مردم منو به اسم جودی عبوت بیشتر بشناسن. و چیزی که تو این سریال فکر کنم گرفت و مردم دوست داشتن این بود که متوجه نشدن که ژاپنیه، چون سریال های ژاپنی مثل فوتبالیستا وقتی که دهنشون رو باز میکنن میخوان داد بزنن، گریه کنن، بخندن، این زبون کوچیکه اون ته پیداست و قلقل تکون میخوره. من سعی کردم اینو با خنده ها و جیغا و گریه ها بپوشونم. خوشبختانه همین باعث شد که مردم اون نقش رو دوست داشته باشن. بله. تو سریال ارتش سری به جای مونیک هستم. مونیک به یکی از شاهکارهای دوبله بود. بله. دوبله بسیار خوبی داشتم. بله. مدیر دوبلاژش آقای ایرج رضایی. آقای رضایی بودن. بله. خیلی اون سریال فوق العاده بود به لحاظ دوبله. صدای کدومی که از دوبلورها شما رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده؟ ولی من صدای همکارمو خیلی دوست دارم چون باشون بزرگ شدم. بله. و حس من نسبت بهشون مثل حس مردمه، یعنی مثل اینکه من دفعه اول صدای آقای مظفری رو میشنوم. بله. صدای آقای خسروشاهی رو میشنوم. هیچ اینکه عادی شده باشه برام چون سالها از بچگی شنیدم، اصلا اینطور نیستم و همشون برای من خیلی عزیزن. من وقتی آقای مقبلی فوت کرد به من گفتن دوباره بی پدر شدی. واقعا اونایی که سناشون بالاتره مثل عزیز هم آقای رسول زاده که روحشون شاد، این پدر من هستن و اونایی هم که سنشون یکم کمتر از اینه، این برادرای من هستن. از خانواده‌ام بیشتر دیدمشون، بنابراین نمیتونم بگم کدوم بیشتر. البته غیر از خانم ژاله کاظمی که ایشون یه چیز جدایی بودن. بله. در دوبله به افتخار خانم. ممنونم. مرسی. صدای خوب در خانواده شما ارسی بود؟ آقای منوچهر اسماعیلی که پسر عمه منن دیگه. بله دیگه، دیگه اصلا دیگه یعنی ایشون اسطوره است واقعا، سرور هممونه واقعا. واقعا دخترها چی؟ کار دوبله نمیکنن؟ دخترای من کوچیک که بودن اومدن حرف زدن ولی دوست ندارن این کارو. نیومدن، نخواستن، منم اصلا اصراری نداشتم که بیان. صدای دختر دوم من که الان خانومیه برای خودش، اون خیلی شبیه صدای منه. اکثرا پای تلفن، حتی همکارا، حتی صدا بردارام اشتباه میگیرن که خودش زود میگه من مامانم نیستم، گوشی دستتون باشه. دوستای اونم منو با اون اشتباه میگیرن. اون صدا شبیه، ولی اصلا کار دوبله رو دوست نداره. چرا تمایلی به گفتگوی تصویری ندارین؟ نداشتین هیچ وقت؟ بله نداشتم. الان واقعا به خاطر خود شما و آقای رضایت اینجا هستم. برای اینکه من ترجیح میدم مردم با صدام آشنا باشن. مردم میدونن این نقش زهره شکوفنده گفته، اون نقشم زهره شکوفنده گفته، اونم زهره شکوفنده گفته. اگه من زیاد تصویر داشته باشم اون نقشا دیگه وجود نداره. زهره شکوفنده میشه اینی که الان اینجا نشسته. من ترجیح میدم مردم صدامو فقط داشته باشن و علاقه داشته باشن و لطفی که داشتن رو دارن. آخرین سوال، خستتون نمیکنم. اگر این قدرت رو داشته باشید که چیزی رو در جهان عوض کنید، اون چیه؟ والا من نمیدونم سوال، این جوابی که میخوام بهتون بدم ربطی داره یا نه. من اصلا نمیتونم آدم های گرسنه رو تحمل کنم. یعنی واقعا اگر میتونستم کاری بکنم، حتی اگر از خودم برمیومد که خودم نخورم، ترجیح میدادم که آدم گرسنه تو دنیا نباشه. مرسی. بسیار عالی. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. افتخار دادین. شما لطف کردید. و مرسی. امیدوارم که همیشه سالم باشید و همینطور درخشان و
آرزوهای بسیار خوب براتون دارم. مرسی، منم برای شما همینطور. خیلی واقعاً عزیزین، هنرمندین، مبتکرین. خیلی متشکرم. ممنونم. اینم هدیه ایست از طرف اول مارکت خدمت شما که مرسی تشریف آوردید. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. مثل اینکه رفتنتون جدی شده. بله دیگه، به هر حال همونطور که آدم یک روزی میاد یک روزی هم بالاخره میره دیگه. یادت روز اول تازه اومده بودی بهت گفتم داری دومات سرخونه میشی، تو هم هی منکرش میشدی؟ نه یادم. نه یادت نیست. همون روزا مثل الان داشتیم با هم حرف میزدیم، نادر اومد کارتون آورد. کارتون رو انداخت زمین، یادته؟ مثل الان؟ نه یادم نیست. روی این چی نوشته؟ ابکسج، اتاق بالا، کمد سمت چپ. این ورش نه، اون ورش چی نوشته؟ آقا اون ورش نوشته شکستنی، خیلی باید احتیاط کرد. آقا یه ذره جون بگیرم بقیهشو ببرم. نه لازم نکرده شما، من خودم میرم. باش، بسیار خوب. خوشمزه است این؟ آقا گاز دادم، بعد تعارف میکردم. فروختین خونه رو؟ سه سوت آقا دادیم را. واسه خودت هم شنیدم یه واحد گرفتی؟ آقا یه 140 متری نقلی طبقه 48 یه طبقه بال آلودگی هوا. خیلی مارموزی آقا. میدونم. فقط این نیست مگه نه؟ شما خیلی باهوشی. میدونم. آقا گفت نه خونه رو بفروش. بعد ما دیدیم آقا یه زوجی هستن تازه به دوران رسیده، میخوان تازه به دوران رسیدگی بکنن، ما فروختیم با اونا دیگه، خیلی پول و پله داشتن. بعد یه پیرمرد پیرزنی بودن، خیلی تنها بودن، فقط یه نوه دختر داشتن که میمد دختره بهشون سر میزد، به چش نوه کی خیلی نوه بود، با اونام فروختیم. بعد آشپزخونه‌ش رو دیدیم آقا اینجا می‌خواستن بیان ماده مواد مخدر صنعتی تولید کنن، گفتن بو نداره چیزن، گفتیم خب بیان فروختیم با اونا، گفتیم بیان تولید بکنن. اونجا دو تا بودن جو پیاده روش این تو دست فروشا رو جمع می‌کنن، نمی‌ذارن یه نون ببرن سر زندگی. اون هم پیاده یه فروختیم با اونا. اون اتاق تلویزیون رو گذیم تیبرون بکنم، اونو فروختیم اونو به دکه. بفرمه سر خط بود با لاس بازی بشون. برو خیلی فروختیم با اونا. برو آدم ها باید همه دور هم زندگی بکنم. بله برو موزه تو کارت کن. بله من دیگه خیلی خسته شدی. بله من یه بیان نادر. بله خانم نادر. بله خانم همه کارا رو کردی؟ خانم همه کارا رو کردیم، چند تا دیگه درشتاش مونده، گفتیم بیام ببرن دیگه، افتادیم از کت و کول. دستت درد نکنه، خسته نباشی. تو هم که اینجایی چی کار میکنی؟ نه دیگه خانم این کارتون رو همش داره موز میخوره. بله بله، عوض این که وایسی به این بنده خدا کمک کنی با این اندام لاجونش، وایسادی انا را اینجا واسه ما موز میخوری؟ چی؟ چرا پوزخند میزنی؟ چه پوزخند کردم اصلا؟ عوض این که به این بنده خدا با این اندام لاجونش کمک کنی وایستادی انر انر اینجا واسه من موز میخوری؟ موز؟ این خوری؟ یه آفریقای جنوبی موز خورد خانم. چرا پوزخند میزنی؟ ها چیه؟ جعبه را دستش بگیر، از کت و کول افتاد بچه. ها
حالا اومد یعنی دو روز روحش آزاد شده، همینجور باید از کف خیابون و کوچه و اینا جمعش کنی، معتاد در شده باشه. وای همه چی عوض شده. باز چی دیدی؟ وسط شهر برج مراقبت زدن. اون برج میلاده، به هواپیما ربطی نداره، به پرواز ربطی نداره. من فکر کردم بعد از سقوط من جهت ایمنی پروازها همه جا یه دونه کاشتن. نه آقا، الان جهت ایمنی پروازها از کارآموزای خلبانی تست میگیرن ترس از ارتفاع نداشته باشه. ولش کن با این بحث نکن، دلم پوسید توی خونه، بریم دیگه. سپر مادر کجایی؟ مامی. ها مامی. بیا پس. نمیدونم چرا همش ازش سوال میکنم، هیچی جواب منو نمیده، عین مرغ به من نگاه میکنه. توقع داری مثل چی بهت نگاه کنه؟ ددی شما روحی میتونی به من کمک کنی؟ میشه ازش بپرسی ددی رو ببین؟ میشه ازش بپرسی که اول این بود یا تخم مرغش؟ هی ببین پسرم، تو این زمینه من خیلی نمیتونم کمکت بکنم، از مادرت بپرس، بالاخره خانوما حرف هم دیگه رو بهتر میفهمن. شماها نمیخواین برین؟ چرا به خدا، منم همینو دارم میگم، دلم پوسید توی خونه، اصلا اسم این خونه جدید میاد دلم غلوب غلوب صدا میکنه. خب قبل از اینکه بریم من میخوام یک چند جمله ای صحبت بکنم، چون هرچی نباشه این دیدار آخره دیگه. بازی خانم جو گرفتش، دوباره میخواد متفاوت نمایی بکنه. تو خوبی؟ بفرمی. من خودم شخصا توتوله یعنی در طوله. آهان، در طوله، در طول این مدتی که این مدتی که سرخونه بوده. بله همینی که شما میگین، سعی کردم. سعی کردی؟ تو چه سعی کردی؟ تو از صبح تا شب اینجا نشستی هی مزخرف نوشتی، دریبری نوشتی، هیچ کاری هم نکردی. سعی کردی اسم اینا شد سعی؟ خب خیلی خوب، سعی نکردم، میخواستم در... خانم همش دنبال خواسته هاشو، منافع زودگذرشو. میخواستم میخواستم. خیلی خوب، من نخواستم اصلا. بریم، بیایم، بریم، بیایم، بفرم، بفرم. آقای مدیر شما نمیان؟ آقا بایسته یه لحظه سکو یه لحظه. چی شده؟ ببین بیا، رفتن وقتی با عکس سلفی باشه خیلی خوشگل تره. آره گوشیت هم بیار، مثل مونوپاد عمل میکنه، هممون توش جا میشیم. آره مونوپاد. بهم میگن کپتن مونوپاد. خب این رمزش هم بود؟ این 70 مهران مدیری بیا سلفیه خودو بگیرین شما. بیا جا نه بیا اینوری کنیم همه با هم بیافتیم. بیا همه بذار اینا هم باشن دیگه. بله من همه بیا خودتون رو پیدا کنین. من نیستم. همه گی بگین چیز. آقای مدیری رو مسکر نکن. چیز نه نه نه، مردم هم باشن. مردم باشن، ما نیستیم. ما نه، بیا پایین تر. بیای بیا حرکت کنیم. بریم خلاص شیم از یک خونه. کجا باید سواشی میشونم؟ از کجا باید سواشی؟ این ماشینه چقدر سخته؟ اول باید سواشم؟ اول مامی اون پجا بشینه. برو عقب، برو. آقای مدیری شما نمیای؟ چی میگه؟ جا داریم ها؟ بفرمیش. بفرمایین. در اینو با کن. بیا فکر میشه این برای مرغه چی میگه؟ ساکت، ساکت کنید، ساکت کنید. من الان درستش تو دنده است. خداحافظ آقای مدیری، خداحافظ همگی، خدا نگهدار، خداحافظ مولانیا، خب
دیگه داره تموم میشه. اول مارکت که یک فروشگاه مجازی و حامی برنامه ماست، فرصتی فراهم کرده تا اونایی که برنامه نویس هستن و خودشون اپلیکیشن های مختلف رو و بازی های مختلف و کتاب های صوتی تولید میکنن، محصولاتشون رو بذارن داخل این فروشگاه و بفروشن. پس شما که برنامه نویس و تولید کننده اپلیکیشن و کتاب صوتی و بازی هستین، برید به آدرس اولمارکت.ir و محصولتون رو بفروشید. مشترکین همراه اول هم یادشون نره که عدد 1 رو به 3080 بفرستند. آخر هفته قرعه کشی داریم، 2 خودروی خاص چند صد میلیونی و 600 تبلت و 200 گوشی هوشمند. حرف آخر، اصولاً مدیر خوب کسی است که وقتی میاد سر کار هر آجوری که توسط مدیر قبلی روی آجر چیده شده رو تخریب کنه. به این ترتیب 4 اول به عزل مدیران سابق و متوقف کردن امور جاری سپری میشه و 4 بعدی به نصب مدیران جدید و عملیات جدید و گمان زنی میگذره. بعد میگن ای بابا 8 تموم شد، ما تازه با کلنگ زدیم سوراخ کردیم. بلا فاصله بعدی ها میان که میگن متاسفانه قبلی ها همه جا رو با کلنگ سوراخ کردن و پر کردن این سوراخ ها با ظریف کاریاش حداقل 10 زمان. یکی میاد پروژه سد سازی رو شروع میکنه، نصفش ساخته میشه، بعدی میاد میگه این منطقه اصلا آب نداره که سد بخواد، چند تا سیخ و سپایه وصل کنید به دیوار سد، مسابقات سنگ نوردی برگزار کنید. این میره، بعدی میاد میگه سنگ نوردی چیه؟ بچه های مردم میفتن، 4 گل و گیاه بکارید بشه فضای سبز، مردم بیان تماشا کنن. بعدیه میاد میگه یعنی الان مشکل جوانای ما فضای سبزه؟ 2 جاده بکشید زیر دیوار، مردم بیان تو سایه پیاده روی کنن لاغرشن. بعدی میاد میگه مردم لاغر به درد من نمیخوره، 2 جاده مغازه بزنید که هم مردم دهنشون خوش نشه هم 2000 حالا این چیز بشه. و به این ترتیب ما جز به معدود کشورهایی هستیم که موفق میشیم پشت دیوار سد صفهای عریض و طویل ذرت مکزیکی تشکیل بدیم. اون دسته از مدیرانی که فوق تخصص کنفیکون کردن دارن برای این کار زیاد به خودشون سختی نمیدن، بودجه رو که گرفتن 4 میسازن میره بالا، بعد تو سقفش 2 سوراخ میکنن که مشکل تهویه هوا نداشته باشه، بعد 2 دروازه میذارن اینور اونورش به عنوان سالن فوتسال افتتاح میکنن، 1 بعد دروازه ها رو بر میدارن 2 سبد میذارن به عنوان سالن بسکتبال افتتاحش میکنن. سبدارم که بردارید به جاش تشک پهن کنید کنفیکون میشه، میشه سالن کشتی. 1 پلاستیکی هم بذارید شلنگ آبو باز کنین میشه استخر. در اوقاتی هم که مسابقات ورزشی تعطیله، گوجه خیار میریزن کف سالن، دم در پارچه میزنن، مژده به اهالی محل، بازار میوه و تره بار سرپوشیده در این مکان افتتاح شد.
هیچ کس هم به فکر چوگان این مملکت نیست. خب کارنامه این دست از مدیران واقعا تحسین برانگیزه. اصلا مگه میشه یکی 4 سال بیاد سر کار و سال دوم به بعدش یه روز در میون یه سالن جدید افتتاح کنه؟ سلام میکنیم به همه این مدیران. خسته نباشین، خیلی ممنون که به ما انرژی دادین. امیدوارم همیشه در پناه خداوند باشید و شب بخیر و خدا نگهدار. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه و سالم و سرحال باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه دور همی و از اینکه به ما خیلی انرژی میدین متشکرم. برنامه امشب راجع به کن فیکونه، یعنی زیر و رو کردن، تحول اساسی از این چیزا. میگیم کن فیکون. کن فیکون کردن یا زیر و رو کردن شرایط موجود گاهی از جرأت و اعتماد به نفس بالا ناشی میشه و گاهی از ترس و عدم اعتماد به نفس. یه عده با کوچکترین اتفاقی که برخلاف میلشون رخ میده یه لگد میزنن زیر همه چیز. خانم هفته پیش عروسیش بوده مثلا، بهش میگی چه خبر؟ زندگی مشترک خوبه؟ میگه نه بابا جدا. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه و